به همراهان عزیز آموزشکده توانا. امیدواریم که حالتون خوب باشه. با جلسه ششم از دوره آموزشی حمایت از آموزش لیبرال برای ایران در خدمتون هستیم. جلسه های چهارم و پنجم به بحث بسیار مهم هویت اختصاص داشت. گفته شد که هویت چیه و چه تأثیری بر شکلگیری اجتماعات و جوامع داره. هویت‌های فردی و گروهی و اهمیت اونها و ارتباطشون با آموزش لیبرال هم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این مورد بحث شد که چطور ما هویت رو امری طبیعی فرض می‌کنیم و با این طبیعی فرض کردن به قضاوت دیگر افراد می‌پردازیم، در حالی که هویت هر کس در ارتباط و تقابل با جامعه تعریف میشه. مثلا اینکه هویتی مثل زن بودن در تقابل با هویت مرد بودن تعریف میشه و ظهور پیدا میکنه و بالعکس. همچنین نگاهی انداخته شد به اینکه نظام آموزشی لیبرال در این زمینه چه نگاه و انتظاری داره. در بخشی هم مفهوم بسیار مهم اینترسکشنالیتی مورد بحث و آشنایی قرار گرفت و مفهوم گوناگونی هویت با این دید بررسی شد. در انتها هم تمرینی برای کلاس‌های درس پیشنهاد شد. در ادامه جلسات پیشین، تمرکز این جلسه بر تأثیر رسانه‌های اجتماعی و نهادهای اجتماعی بر تربیت شهروندان و نقش اونها در آموزش و البته نگاه آموزش لیبرال به این دو مفهومه. رسانه‌ها و نهادها و دموکراسی. نظام آموزش لیبرال مفهومیه که در عصر مدرنیته تعریف شده. نظام آموزش لیبرال در پیوند مستحکم با مدرنیته و دموکراسی در بافتار نوین خودشه. اینکه مدرنیته تا چه میزان در ارتباط با فناوری بوده و هست هنوز برای صاحبان اندیشه جای سؤاله. اما اینکه این هر دو مفهوم در یک زمان به وجود اومدن و روی هم تأثیرگذار بودن بحثیه که خیلی از این افراد باهاش موافقن. در حقیقت انقلاب صنعتی که در قرن‌های 18 و 19 در اروپا و آمریکا اتفاق افتاد و خیلی زود روی کشورهای دیگه از جمله ایران تأثیر گذاشت، به زودی به جنبش‌های برابری طلبی و عدالت طلبی گره خورد. برابری حقوق زنان و مردان کارگر، رعایت حقوق کارگران، ایجاد رفاه برای کارگران، نظاممند کردن کار کارگران، ایجاد اتحادیه‌های کارگری و خیلی مطالبات دیگه که بسیاریشون پس از تلاش‌های بسیار جامعه عمل به خودشون پوشوندن. این تلاش‌ها نه فقط روی زندگی طبقه کارگر که روی سیاست و مفهوم دموکراسی هم تأثیر گذاشتند. به همین ترتیب نظام آموزشی هم در این جوامع دچار تغییر و دگرگونی شد تا به شکلی درآمد که ما امروز به نام نظام آموزشی لیبرال می‌شناسیمش. در کشور ما هم افرادی که دغدغه عدالت و برابری داشتن به کمک سیاست‌های تجددخواهی اون زمان تونستن تا حدودی با این تغییرات همگام بشن و آموزش رو در ایران نظاممند کنن. در همین زمان هم عده دیگه‌ای که برخیشون در پی نظاممند کردن آموزش در ایران بودن، دست به تأسیس نشریات زدن که رسانه‌های زمان خودشون بودن. با در نظر گرفتن این اتفاقات میتونیم نتیجه گیری کنیم که دموکراسی و رسانه‌های اجتماعی پا به پای هم در حال تجربه کردن تغییرات و سازگار شدن با تغییرات یا حتی تأثیر گذاشتن روی اون بودن. در نهایت هم وقتی که نظام حکومتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید، به شکل همزمان به سرکوب هر دو پرداخت تا بتونه همزمان هر دو نهاد دموکراسی و رسانه‌های اجتماعی رو با محدودیت‌های مورد نظر خودش روبرو کنه. و همونطور که در ابتدای این دوره و دوره دموکراسی در کلاس درس اشاره شد، یکی از حوزه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی به شدت به کنترل کردن و همراستا ساختن اون با ایدئولوژی خودش نیاز داشته و داره، حوزه آموزش بوده و هست.
انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، اخراج استادان دانشگاه ها، اخراج معلمان، تأسیس دفاتر امور تربیتی و فرهنگی، ایدئولوژی زده کردن محیط های آموزشی، تغییر کتب درسی از منظر عقیدتی و سانسور و حتی تحریف و بعداً محدود کردن حوزه های علوم انسانی و بسیاری اقدامات دیگه، همه با همه از جمله کارهای حکومت جمهوری اسلامی در طی این سالها بوده. کارهایی که حکومت با پیاده کردنشون در محیط‌های آموزشی سعی کرده و می‌کنه که نه تنها دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان، بلکه حتی خانواده‌های اونها رو مجبور به پیروی از ایدئولوژی حاکم بر نظام آموزشی کنه، تا ذهن دانش آموزان و دانشجویان رو تحت تأثیر قرار بده و به اصطلاح اونها رو شست و شو بده. توی جلسه بعد راجع به این مسئله بیشتر بحث خواهد شد. اینکه یه نظام ایدئولوژیک تا این حد نیاز به همراستا کردن نظام آموزشی با آموزه‌های خودش داره نشون میده که عدم برخورداری از نهادها و رسانه‌های اجتماعی مستقل و همینطور نظام آموزشی مبتنی بر اصول دموکراسی تا چقدر جامعه رو از بستر دموکراسی دور میکنه. اما در جوامع مدرن پدیده ی آموزش تنها توی مدارس و دانشگاه ها اتفاق نمی افته. رسانه های اجتماعی، نشریات و ارگان ها و سازمان های مردمی در اشکال گوناگون همه و همه به شکلی دستاندرکار آموزش دادن هستند. البته این آموزش با نظام آموزشی متفاوته و ما قصد نداریم توی این دوره که مختص نظام آموزش لیبراله راجع به این آموزش هم صحبت کنیم. قصد این دوره از مطرح کردن این مبحث در این قسمت اینه که نقش رسانه‌ها و نهادها رو در آماده سازی بستر دموکراسی بررسی کنه و ببینه که نظام آموزش لیبرال در مورد اونها چه نظری داره. در یک جامعه نهادهای اجتماعی از رسانه‌ها گرفته تا دانشگاه و نهادهای مدنی خودبنیاد سازمان‌هایی هستند که عملاً انگار مأموریت دارند که عقاید و سلایق متفاوت و گوناگون رو به افراد اون جامعه معرفی کنند و اونها رو در مواجهه با اندیشه‌هایی غیر از اندیشه‌های خودشون قرار بدن. و همین معرفی کردن عقاید متفاوته که در تضاد با آموزه‌های ایدئولوژیک حکومت مستبدی مثل حکومت جمهوری اسلامیه. به همین دلیل برای ایجاد و سرپا نگه داشتن نهاد دموکراسی لازمه به برخوردار بودن جامعه از تنوع هویتی و عقاید توجه بشه، امری که برای نظام آموزشی لیبرال بسیار مهمه. و در این راستا داشتن رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی مستقل ضروریه. ولی متاسفانه نظامی که نیاز داره مردم فقط صدای خودش رو بشنون، همه ی صداهای دیگر رو قطع می‌کنه. رسانه‌های اجتماعی و آموزش. اهمیت رسانه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های مربوط به اونها در آموزش هر روز بیش از پیش مشاهده میشه. طی یک سال گذشته، یعنی از سال 1398 و با همه‌گیری ویروس کرونا که دیگه این مسئله بسیار افزایش پیدا کرده. اما اینکه برای تشکیل دادن همون کلاس‌های درسی نظام آموزشی تک‌صدایی همین حکومت تمامیت‌خواه تا چه حد نیاز به فناوری داره که در این حال داره با گسترشش مخالفت می‌کنه؟ اینکه برای رسوندن همون مواد درسی ایدئولوژیک تا چه حد نیاز به اینترنتی داره که با وقوع هر اعتراض و اعتصاب اقدام به بستنش میکنه. اینکه تلاش حکومت تمامیت خواه در اینه که مشابه قابل کنترل این رسانه ها و زیرساخت های لازمش رو تولید کنه و جامعه رو مجبور به استفاده از اونها کنه، مثل اینترنت به اصطلاح ملی. همه و همه اینها نشون از اهمیت این رسانه ها و فناوری های مرتبط با اونها داره. رسانه های اجتماعی علاوه بر اینکه سکویی هستند برای انتقال مطالب آموزشی، کاربرد برقراری ارتباط بین گروه‌ها و جوامع گوناگون را دارند.
به این معنا که دارن کار روبرو کردن افراد جوامع با اندیشه های متفاوت از اندیشه خودشون رو انجام میدن. اجازه بدین که اینجا پرانتزی باز کنیم و به دو نکته مهم اشاره کنیم که بی ارتباط به این دوره نیستن. یکی از ویژگی‌های نظام آموزش لیبرال که از ابتدای این دوره و همچنین در دوره دموکراسی در کلاس درس بهش اشاره شده، تفکر انتقادیه. یعنی اینکه هیچ مطلبی رو بدون راستی آزمایی و سنجشگری مورد تأیید و پذیرش قرار ندیم. اینترنت این کار رو سخت کرده، چرا که پر از داده ها و اطلاعات درست و نادرسته. اونقدر هم سرعت رد و بدل شدن این اطلاعات و داده ها زیاده که گاهی ممکنه سنجشگری و راستی آزمایی مثل عقب موندن از جریان اطلاعات به نظرمون بیاد. چالش دیگه ای که اینترنت به وجود آورده اینه که دنبال کردن اخبار از طریق اینترنت عادت امروزه خیلی از انسان ها شده و این دنبال کردن با دنبال کردن اخبار از تلویزیون و رادیو و روزنامه یه تفاوت داره و اون هم بر سر امکان ارائه اخبار به مخاطب بر اساس سلایق اونه. یعنی این که بعضی شبکه‌های اجتماعی به واسطه قابلیت‌هایی که دارن علایق هر کاربر رو شناسایی می‌کنن و با ساختن الگویی از اون علایق، اخباری رو که تشخیص میدن مورد علاقه کاربر هست در اختیارش قرار میدن. اتفاقی که در نتیجه این نوع هدایت اخبار رخ میده اینه که کاربر از مشاهده اخبار دیگه محروم میشه و در نتیجه فقط با باورها و عقایدی که همراستا با خط فکری خودشه در تماسه و بیشتر و بیشتر هم بهشون نزدیک میشه. این محروم شدن از عقاید متفاوت و حتی مخالف با اصلی که آموزش لیبرال و دموکراسی دنبالش هستن در تناقضه و اون اصل شنیدن صداهای دیگرانه. وقتی ما موفق به داشتن اندیشه انتقادی میشیم که در معرض اندیشه های گوناگون و مخالف باشیم و بتونیم با آگاهی از اندیشه های متفاوت و مخالف اندیشه و باور خودمون رو نقد کنیم. دو موردی رو که بهشون اشاره شد جمع‌بندی می‌کنیم. سرعت بالای انتقال داده‌ها و اطلاعات در اینترنت سنجشگری و راستی آزمایی رو سخت کرده. و همچنین توانایی شبکه‌های اجتماعی در ارائه مطالب مورد علاقه مخاطب، مخاطب رو از شنیدن نظرات متفاوت و مخالف محروم می‌کنه. زمانی که این دو خصوصیت رو با ویژگی نظام آموزش لیبرال در یک جا قرار میدیم، میبینیم این مهارت تفکر انتقادیه که مشخصاً در این موارد به کمک افراد جامعه میاد. پس این تأکید نظام آموزش لیبرال برای فراگیری مهارت تفکر انتقادی بیدلیل نیست. نهادهای مدنی و آموزش به جز رسانه ها، نهادهای مدنی هم به اشکال گوناگون موضوعات و مباحثی رو در جامعه باز می کنن که خیلی وقتها مثل فرایند آموزشه. تفاوتی که این شکل از آموزش با آموزش رسانه های اجتماعی داره اینه که اولاً بستری که این آموزش در اون اتفاق می افته بستری حقیقیه و نه مجازی. همینطور سرعت انتقال داده ها و اطلاعات بالا نیست. ولی مثل همون رسانه های اجتماعی، یه شهروند وقتی در معرض این موضوعات و مباحث قرار می گیره باز هم نیاز به مهارت تفکر انتقادی داره. به عنوان مثال، پدیده ای مثل کار کودکان که امروزه به وسعت در جامعه ایران به چشم می خوره موضوعیه که دارای وجوه گوناگونه. و پرداختن به هر وجه گفتمانهایی رو به وجود میاره که گاه با هم در تضاد هستن. به ویژه که به نظر نمیاد که حکومت اساساً قصد این رو داشته باشه که به طور جدی به این مسئله بپردازه و قربانیانش رو که کودکان هستن به وضعیت مناسبی برسونه. برای همین ممکنه هر گروهی با راهکاری متفاوت دست به عمل بزنه که شاید حتی با وجود داشتن نیت خیر عملاً شرایط رو برای کودکان کار سخت تر کنه.
اینکه اعضای جامعه برای مبارزه با پدیده کار کودک چه راهکاری رو انتخاب کنن و با اون همراه بشن چیزیه که نیاز به مهارت تفکر انتقادی داره. خب عزیزان، به پایان جلسه ششم از دوره حمایت از آموزش لیبرال رسیدیم. توی این جلسه نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مردمی خودبنیاد رو در آماده سازی بستر دموکراسی به طور اجمالی بررسی کردیم. همینطور نگاهی کردیم به اینکه نظام آموزشی لیبرال چه ارتباطی با این نهادها داره و در موردشون چه نظری داره. البته که هر کدوم از این مباحث بسیار بسیار مفصل تر از اینی هستن که طی یک جلسه بخوان مورد بررسی قرار بگیرن، اما امیدوار هستیم که باز کردن این بحث به ویژه برای فرهیختاران مدارس و دانشگاه‌ها فرصتی پدید بیاره که لزوم برخورداری از نظام آموزشی که همراستا با اصول دموکراسی باشه رو بیشتر مورد تأمل قرار بدن. تا جلسه بعد شاد و جستجوگر باشید.